سلام به همه شما دوستا و هنرجوهای عزیزم، الهه حدادپور هستم. خدمت شما با یک جلسه دیگه نقاشی. این جلسه مدلی که براتون انتخاب کردم یک عرار هستش، به دلیل اینکه میخواستم تک رنگ هر کدوم از رنگهای اصلی رو بهتون آموزش بدم. جلسه پیش رنگ زرد بود که مدلمون موز بود، این جلسه رنگ قرمز هستش. قبل از هر چیز متشکرم از کسایی که کارشون رو برای من فرستادن و اینکه منو همراهی کردن تا اینجا و تمام ویدیوها رو با من پیش اومدن و امیدوارم که 100% تا الان استفاده لازم رو برده باشن. خب برای ابتدای کار، شروع کار، رنگ قالبی که در واقع باید برای کارمون در نظر داشته باشیم قرمزه. دور قرمزی که قبلا بهتون معرفی کردم که قرمزی که تمایل به گرمی بیشتر داره به سمت گوجه میره و قرمزی که تمایل به سردی داره به سمت آلبالویی میره. برای قسمت نور از رنگ زرد لیمون استفاده میکنیم. جاهایی برای پخته کردن کار از رنگ اوکر استفاده میکنیم. قسمت های روشن و نور خورده با توجه به اینکه رنگ مقوام نخودی هستش میتونیم از رنگ گلبهی استفاده کنیم و ترکیب سبز و قهوه‌ای برای قسمت های تیره کار و آبی روشن برای به عقب رفتن. نکته مهمی که اینجا میتونم بهتون بگم اینه که اشباع رنگمون باید توی قسمت مرکز باشه، یعنی بیشترین قرمزی رو باید اینجا داشته باشیم. به سمت تاریکی و تیره ها میره، روشنتر میشه و تمایل به رنگ آبی یا رنگ کلن سرد، میتونم از مکمل سبز استفاده کنم، بیشتر میشه. از این سمت به سمت نور که میره باز رنگم روشنتر میشه و در واقع میتونه ترکیباتی از رنگ زرد و یک مقدار در واقع سفید به خاطر روشنتر کردنش بگیره. خب همونطور که توی آموزش های من در جریان هستید، من همیشه یه رنگ بیس دارم که کل کارم رو در ابتدا از اون رنگ استفاده میکنم. قرمز گرم رو استفاده میکنم، اما میتونم خیلی خیلی ملایم تر قسمتی که نور خورده رو باز هم سایه بزنم، به خاطر اینکه در مجموع زیرش باز قرمزه و من نور براقم نور اون براقی نیست که در واقع توی استیل و توی شیشه و توی قسمت هایی که در واقع میخوام قطرات آب رو نشون بدم به اون حالت نیست. در نتیجه پس من رنگ زمینم رو روی اون قسمت هم میام، ولی در نظر دارم که در واقع تیره تر از اینی که من الان دارم اینجا میزنم نشه و وقتی رنگ های دیگه کنارش میاد در واقع اون رو پر میکنه و خودش رو نشون میده. ببینید من الان رنگ یه دست زمینه رو زدم، همچنان قرمز دستم هست و شروع میکنم به یه مقدار تیره تر کردن و مشخص کردن فرم ها در واقع با همین قرمز، بدون اینکه بخوام رنگ دیگه رو بهش اضافه کنم. ببینید این قسمت جایگاه نورمه، یه مقدار اطرافش رو دوباره تیره میکنم که حدود این در واقع مشخص بشه، محدودش به چه صورت هست و کجا هستش. این قسمت رو باید به عنوان سکو، به عنوان روی شکم نگه دارید. تیرگی رو تا این ته نمیبرم به خاطر اینکه جسمم گرد هستش و در واقع الان تاکیدم روی این قسمت ها هستش که در واقع ببینید انار یه مدلی هستش که زاویه زاویه است و در واقع این قسمت هایی که میبینید من تیرگی رو ایجاد نکردم، زاویه هایی هستش که جهت در واقع فرم عوض میشه و توی تمام قسمت هایی که جهت فرم عوض میشه من در واقع باید تیرگی روشنی هام هم متناسب با اون عوض بشه. خب میبینید که یه سایه خیلی خیلی ملایم توی کار اومد. شروع میکنم به تیره تر کردن. میتونم برای اینکه لکه های روی کار مشخص کنم از این رنگ استفاده کنم، قسمت های روشن یه مقدار از زرد استفاده کنم، میتونم حتی از نارنجی استفاده کنم، یک مقدار خیلی خیلی کم میتونم از رنگ نارنجی استفاده کنم. یه مقدار پیش میرم، رنگ ها رو اضافه میکنم و باز دوباره براتون توضیح میدم. همونطور که میبینید من یه سری قسمت ها رو اضافه کردم، یه مقدار از سفید استفاده کردم برای اینکه بتونم سایه رو ملایم تر کنم و در واقع رنگ های سایه رو توی همگه بیشتر ادغام کنم.
و همچنین روی این قسمت کار کردم. برای تیرگیش قهوه‌ای تیره و سرمه استفاده کردم. قسمت هایی که نور داره از اوکر استفاده کردم به اضافه رنگ زمینه و یک مقدار از زرد. و در واقع ببینید ترکیبات رنگ همون ترکیباتی هستش که من اول در واقع شروع کار خدمتتون عرض کردم. ترکیبات همون ها هستن، فقط اینکه یه سری جاها تاکید بیشتر میشه، پررنگ‌تر میشه. یه مقدار از رنگ قهوه‌ای استفاده کردم برای اینکه لک ها رو بیشتر مشخص کنم توی کار و همینطور پیش رفتم. یه مقدار از آبی تیره، در واقع آبی اولترامارین میتونین استفاده کنین، هم برای این قسمت زیر و هم برای یه سری جاها که در واقع روی لکه ها تاکید بشه و به سردی ببره. یه مقدار هم میتونیم برای این قسمت های زیر کار استفاده کنیم. یه تاکید خیلی خیلی ملایم توی این قسمت ها داشته باشیم. کار زیاد دیگه نداره، پیش میرم، فقط جزئیات رو اضافه میکنم. یه مقدار از رنگ های تیره تر استفاده می کنم برای اینکه لکه ها رو مشخص تر کنم. یه مقدار از در واقع اوکر استفاده می کنم، یه سری جاها رو می برم در واقع به عقب برای مشخص کردن تیرگی ها. یک مقدار لکه های کار رو بهتر مشخص می کنم. ببینید توی قسمتی که در واقع نور خورده لکه ها رو فقط با همین قهوه‌ای بذارید، اما توی قسمت هایی که در واقع میره به سمت تاریکی میتونید یک مقدار هم از آبی تیره استفاده کنین و لکه ها رو بهش تون سردی بدید. پیش میرم یک مقدار دیگه جزئیات رو اضافه میکنم با همین رنگ هایی که خدمتتون عرض کردم. خب همونطور که می‌بینیم من بقیه قسمت‌ها رو هم اضافه کردم، روی سایه کار کردم، ترکیب رنگ‌ها همونی بود که خدمتتون گفتم. خیلی خیلی متشکرم از اینکه این جلسه رو هم با من همراه بودید. حتما کار کنید و نمونه کارتون برام بفرستید و اگر از کارهای من خوشتون اومده و آموزش‌های من رو دوست داشتید حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و دنبال کنید و میتونید از طریق پیج اینستاگرام با من در ارتباط باشید و کلاس‌های خصوصی منو شرکت کنید. و تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.